بهترین تبلتی که هم برای گیم خوب باشه هم بشه باهاش فیلم رو با بهترین کیفیت دید و خب قیمت مناسبی هم داشته باشه چیه؟ باید حتما هزینه بالای 30 میلیون تومان رو برای داشتن چنین تبلتی بذارم کنار؟ سلام عزیزان، خوش اومدین به این ویدیوی جدید و البته خیلی جذاب ما، چون امروز مهمون استدیوی ما تبلتیه که همه سوالهای بالا رو جواب میده و از نظر قیمتی هم حرفای زیادی برای گفتن داره. این شما و این هم شیائومی پد 6. اولین چیزی که توی بحث طراحی این تبلت نظر شما رو جلب میکنه متریال ساخت فوق‌العاده خوب و البته ظرافتشه. شیائومی برای هر دو پنل پشتی و فریم از آلومینیوم استفاده کرده و یه جورایی همون حسی که از آیپد میشه گرفت رو تجربه خواهید کرد. روی فریم آلومینیومی این تبلت به ترتیب از بالا دکمه پاور، سمت راست راکرهای صدا و البته توی بخش پایینی درگاه ورود تایپ سی قرار گرفته که جا داره اینجا هم به اسپیکرهای چهارگانه پد 6 هم اشاره کنیم که از نظر حجم صدا و کیفیت واقعاً بی‌نقصن. در کل این تبلت چون طراحی فلت با لبه‌های زاویه‌دار جذابی داره از دید طراحی نظر هر کاربری رو به خودش جذب می‌کنه و باید اینو اعتراف کنیم که ماژور دوربینی که داره خیلی شبیه به همونیه که توی شیائومی 13 هم استفاده شده و یه جورایی اعتبار بیشتری به این تبلت داده. حالا که یه دید کلی روی این مدل داریم باید بدونیم که وزنش 490 گرمه. استات کارت حافظه و سیم کارت رو هم نداره. اما این چند تا ایراد توی این همه مزیت‌هایی که پد 6 داره کاملا گم میشه. اگه شاید این حرفو به خیلی از افراد بگین جوابی بشنوید که این باشه: تبلت خوبیه ها، اما خب حیف که پنل IPS LCD داره و آمولد نیست. اما به نظر شما جواب درستیه؟ قطعا نه. اول که توی ابعاد 11 اینچ اصولا استفاده از نمایشگرهای آمولد خیلی منطقی نیست و یه چیز خیلی مهمتر، میدونین سامسونگ توی S8ش از نمایشگر TFT استفاده کرده و به نسبت IPS LCD تکنولوژی و خروجی تصویر قدیمی تر و ضعیفتری داره؟ پس این بحث رو همینجا ببندیم و بریم سراغ اصل کار. این ترکیب رو خوب توی ذهنتون داشته باشین تا بگم نتیجه کار چی میشه. رزولوشن 2K به بالا، نرخ نوسازی 144 هرتزی، پشتیبانی از HDR10+ و البته دالبی ویژن. این میشه همون نمایشگری که گیمر و فیلم بازار رو عاشق خودش میکنه و توی تستی که خودمون روی این پنل انجام دادیم واقعا از همه نظر بی‌نقص و یکی از اون مدل‌هایی بود که برای کل تیم ما خاطره ساز شد. این دوتا ویژگی رو هم بدونین تا بریم سراغ نتیجه ی تست. پیک روشنایی 550 نیت و محافظ نمایشگر گوریلا گلاس 3. بخش سخت افزار رو یکم متفاوت پیش ببرید. فرض کنید توی خرید تبلت بین این مدل و سری‌های دیگه به شک افتادیم و خب بودجه نسبتاً محدودی هم دارین. علاوه بر این می‌خواید تبلتی رو توی دستتون داشته باشین که هر کاری رو بدون دردسر انجام بده، از طراحی‌های گرافیکی گرفته تا اجرای گیم‌های سنگین با نهایت رزولوشن و FPS. فرض میکنیم برای این موقعیت شما پد 6 و البته همون S8 سامسونگ رو مد نظر داریم و براتون مبهمه که آیا هزینه بیشتری کنم یا همون پد 6 کار رو را میندازه. خب برای این سوال بریم یه نگاهی به تست آنتوتو داشته باشیم. شیائومی پد 6 از تست ورژن 9 این بنچمارک امتیاز حدودی 702,000 و تب S8 عدد 956,000 رو به دست میاره که خب البته که این اعداد قطعی نیست ولی خب توی مقایسه کمک میکنه بهتون. همونطور که شنیدین و مشخصه S8 به خاطر استفاده از تراشه اسنپ‌دراگون 8 Gen 1 طبیعیه که پرفورمنس بهتری داره، اما خب پد 6 هم تراشه عجیب و غریبی داره. اسنپ‌دراگون 870 که نهایت سرعت 3.2 گیگاهرتز رو داره و خیلی خوب برای گیم اپتیمایز شده. نتیجه تست گیمی که از این تبلت گرفتیم اینجوری شد که بازی کال آف دیوتی رو با نهایت کیفیت و البته فریم ریت مکس اجرا کرد و هیچ مشکلی نداشت. فکر کنم همین حرف برای اینکه به قدرت این مدل پی ببرید کافی باشه. بریم تست گیمش رو ببینیم.
نرم افزار شیائومی پد 6 هم از اون بخشای دوست داشتنیه که میتونه نظر شما رو نسبت به خرید تبلت عوض کنه، اما خب شاید از حوصله خیلی از شماها خارج بشه. برای همینم تصمیم گرفتیم این بخش رو صرفا با موزیک ادامه بدیم تا برسیم به تست دوربین و باتری. این حرف رو تقریبا توی بررسی همه تبلت ها از ما شنیدین که دوربین هایی که روی تبلت ها کار میشه عموما برای عکاسی نیستن و صرفا برای اسکن مدارک و غیره کاربردین. اما خب پد 6 یه ویژگی جالب توی این بخش داره، انگار ساخته شده برای فیلم برداری. این مدل با لنز اصلی 13 مگاپیکسلی که داره توانایی ضبط ویدیو با رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه رو داره و توی دوتا فرمت واید و البته مووی میتونین ازش استفاده کنین و خروجی خوبی رو داشته باشین. دوربین سلفی این مدل هم 8 مگاپیکسلیه و برای ویدیو کال و حتی عکاسی سلفی رضایت بخشه، اما خب هنوز داستان دوربین پد 6 تموم نشده. این تبلت توی بخش دوربینش با کمک گرفتن از پردازنده خفنی که داره میتونه به شما راهنمایی کنه که کدوم نقاط تصویر اکسپوز شدن یا اصطلاحا سوختن، و جالبتر از اون توی فوکوس دقیق‌تر هم میشه از یه گزینه دیگه استفاده کرد. برای بستن این بخشم بیاین تا بهتون ویژگی دایرکتر مود یا همون مود کارگردانی رو معرفی کنم. از روزی که این تبلت به استودیو رسید تصمیم گرفتیم عملکرد باتری رو زیر نظر داشته باشیم و ببینیم توی استفاده های ترکیبی چطوره که نتیجه جالبی هم داشت. بعد از 8 ساعت و 45 دقیقه استفاده که شامل راه اندازی، نصب اپ‌های مورد نیاز، تست دوربین، پخش ویدیوهای 2K و البته گیم میشد، 39% باتری باقی مونده بود که عالیه. از طرفی این 39% با فعال کردن قابلیت باتری سیور 22 ساعت و 19 دقیقه دووم می آورد. از باتری 8840 میلی آمپری این تبلت واقعا انتظار کمتر از اینم نمیشه داشت. توی باکس محصول یه دونه فست شارژ 33 واتی و کابل شارژر رو هم خواهید داشت تا دیگه از بابت ترکیب باتری خیالتون راحت باشه. امیدواریم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشین. اما سوال اصلی، شیائومی پد 6 چقدر ارزش خرید داره؟ شاید اگه این سوال رو تا قبل از اینکه برسه به استدیو از ما پرسیده بودین جوابش این بود که بد نیست، اما خب شاید گزینه‌های بهتری هم باشه. حالا که تست این مدل رو کامل کردیم، نه تنها باید بگیم تبلت خیلی خیلی با ارزش و خوبیه، بلکه به نسبت تبلت‌های مثل S8 سامسونگ و حتی بعضی از آیپدها هم با ارزش‌تره. نظر شما چیه؟ به نظرتون این تبلت چقدر ارزش خرید داره؟ لطفاً نظرتون رو زیر این ویدیو برای ما بنویسید.